بنا به خدا بیدوی درس های قبلی ما و شما امروز در مورد میتاتک گپ میزنیم که میتاتک ها و چی نواتک های گفتم ایشون اون نواتک های است که به خاطر بررسی صفحات وب استفاده میشه توسط سرچ انجین ها مانند سایت گوگل به خاطر بررسی صفحات وب استفاده میشه یعنی نحو عمل کرده صفحات ما را تعیین میکنه یا تحت کنترل داره عموما میتاتک ها اون تگ هایی است که معلومات در مورد فایل های HTML تگ های HTML را در بر داره اما این تگ ها محتوایش در صفحه وبسایت قابل نمایش نیست یا مشاهده نمیشه فقط یک سلسله دیتا اباوت دیتا یا یک سلسله معلومات اضافی در مورد خود صفحات HTML فایل های HTML را در بر داره که میتا تگ شامل اتریبیوت های زیاد میشه که یک سلسله اتریبیوت هایش ایجا یادآوری کردیم از جمله نیم اتریبیوت، کانتنت اتریبیوت، کارست اتریبیوت میباشن نیم اتریبیوت به خاطر درج نام اونمو اتریبیوت استفاده میشه که ما بر روی قیمت میدیم کانتنت اونمو اتریبیوت ما چی محتوایی را در بر داره محتوای میتا تگ را تشریح میکنه کارست اکثر به خاطر یونیکود ها استفاده میشه که اگر ما ولیوش یوتیف 8 بتیم به خاطر درج حروف فارسی ما از این اتریبیوت استفاده میکنیم که نمونه مثالش اینجا نشان دادیم ببینین میتا تگ از جمله تگ هایی است که کلا در بخش تگ هید نوشته میشه قبل از اینکه درس عملا آغاز بکنیم در مورد تگ هید هم بهتر است که امروز گپ بزنیم تگ هید از جمله تگ هایی است که کلا معلومات اضافی در مورد معلومات عمومی در مورد خود فایل HTML تگ ها لینک های خارجی که با صفحه وبسایت ما ارتباط میگیره در بر داره و معلومات تگ هید در خود صفحه براوزر قابل نمایش نیست یا نشان دادن نمیشه که از جمله تگ های هید یک تگش تگ میتا تگ است که ما شما امروز کار میکنیم که اینجا ما از کدام اتریبیوتش روی مثال کار کردیم میتا کارست یوتیف 8 کارست اتریبیوت هست که مربوط تگ میتا میشه و یوتیف 8 ولیوی قیمت است که ما بررسی دادیم زمانی که ما ولیوش یوتیف 8 میدیم یعنی حروف فارسی را سپورت میکنه یا به خاطر کاراکترهای حروف فارسی ما از این استفاده میکنیم در صفحه بازشده که درس روز گذشته را کار کردیم یا صفحه نو ایجاد میکنیم HTML تگ هید که ما شما همه روزه این تگ را نوشته میکردیم ولی در موردش گپ نزده بودیم از جمله تگ هایی است که محتوایش قابل نمایش نیست در صفحه براوزر صفحه را سیف میکنیم به نام meta-tag.html حالا در صفحه سیف شده ما تگ میتا را استفاده میکنیم میتا نیم و در مثال اول اگر ما کارست بگیریم کارست و ولیو یا امو کانتنتش مثلا این میشه به UTF 8 به خاطر حمایت از حروف فارسی استفاده میشه حالا اگر ما خواسته باشیم در یک وبسایت دری یا فارسی درج بکنیم با کدام مشکل مواجه نمیشیم به طور مثال ما میخواییم یک پاراگراف را نوشته بکنم یا یک هیدینگ نوشته بکنم هیدینگ به طور مثال باشه حالا صفحه را اجرا میکنیم خب صفحه در روی دسکتاپ ایجاد شده در فولدر ایجاد نشده خیر از اینجا میشه اجرایش بکنیم
افغانستان. خب دیگه اکتیویتی هم خود تگ میتا در بر داره که به خاطر درج بعضی کیورد ها استفاده میشه، به خاطر اضافه کردن نام نویسنده اگر ما خواسته باشیم دیج استفاده میتونیم. به اشکال مختلف استفاده میشه که نمونی مثال شما و شما کار میکنیم. مثلا میتونیم مثلا میشه به کیورد و کانتنت سعی میشه با. مثلا بعضی کیورد هایی که در این صفحه وبسایت ما استفاده شده ما میخواییم اونا رو ذکر بکنیم، مثلا HTML هست، JS یا JavaScript هست، CSS هست. این کیورد ها رو با استفاده از بیتا تک اینجا افزود بکنیم. نام نویسنده اگر خواسته باشین افزود بکنین، از ولی آتار استفاده میکنین. یک کانتنتش مثلا این میشه با نام امون نویسنده هر کسی که باشه، مثلا احمد. حالا صفحه رو میایم ریفرش میکنیم، ببینیم که اون تگ هایی که تا به حال ما در هید نشته کردیم آیا کدامش قابل نمایش هست. اینقدر صحیحی که مربوط است کانتنت یا محتوای اصلی صفحات وبسایت میشه، آیا شما چیز را دیده میدونید؟ نه خیر، قابل دید نیست. چرا؟ به خاطر که میتا تگ از جمله تگ هایی است که فقط به خاطر اجرای یک عمل یا نحو عمل کرد، کنترل نحو عمل کرد تگ های HTML یا فایل HTML استفاده میشه، ولی معلومات اضافی در مورد خود صفحه ما در بر داره، ولی در صفحه براوزر قابل نمایش نیست، قسمی که ما شما دیدیم. خب از جمله دیگه تگ هایی که مربوط تگ هید میشه، اگر ما مثال بدیم، مثلا اگر ما خواسته باشیم به خود صفحه ما یک عنوان تعیین بکنیم، از جمله از تگ تایتل استفاده میکنیم. تگ تایتل از جمله تگ هایی است که مربوط تگ هید میشه، همیشه در تگ هید استفاده میشه و به خاطر تعیین عنوان صفحه ما از این استفاده میکنیم. مثلا HTML page شما ببینید نام صفحه ما تغییر کرد به نام HTML page. به خاطر تعیین نام استفاده میشه و از جمله تگ هایی است که مربوط تگ هید میشه. خب به ادامه درس ما، خدا کنه که تگ میتا تگ را فهمیده باشین، باز هم میگم یک تگ است که به خاطر درج معلومات اضافی در مورد فایل HTML، تگ ها، نام نویسنده و غیره استفاده میشه. درس نوش ما و شما لیست ها یا HTML لیست هست. قسمی که مبادری هم لیست داریم، گاهی اوقات نیاز میشه که در صفحات براوزر یک قسمت از معلومات را به شکل شماروار که به شکل منظم باشه یا غیر منظم درج بکنیم. بنابراین ما از تگ لیست استفاده میکنیم. یعنی تگ لیست از جمله تگ است که به خاطر درج مقادیر مختلف در صفحه وبسایت که به شکل شماروار باشه یا به شکل غیر منظم با استفاده از اشکال هندسی باشه، ما از لیست ها استفاده میکنیم. که نمونه مثال از لیست که یعنی لیست چی معنا، این یک نوع لیست هست که به شکل غیر منظم ترتیب شده و این یک نوع لیست هست که به شکل منظم با استفاده از اعداد شماره گذاری شده. هرگاه ما اما توی یک لیست را بخوایم در صفحه وبسایت خود داشته باشیم یا ترتیب بکنیم، از تگ لیست استفاده میکنیم. حالا میایم روی انواع لیست گپ میزنیم. لیست ها عموماً به سه شکل هست. اول order list. order list عبارت از تگ هایی است که به شکل منظم هست، یعنی با استفاده از اعداد، ارقام رومی، حروف الفبا شماره گذاری میشه. هرگاه ما خواسته باشیم لیست را ترتیب بکنیم که متشکل با استفاده از اعداد، حروف الفبا یا ارقام رومی باشه، ما از order list استفاده میکنیم. که تگی که به خاطر ایجاد order list استفاده میشه او OL هست. شامل یک تگ فرعی هست که او تگ فرعیش LI میباشه. هرگاه ما خواسته باشیم چنین لیست را درج بکنیم، افزود بکنیم، اول تگ OL را باز کرده و به خاطر درج هر شماره، هر مقدار ما از تگ LI استفاده میکنیم. نوع دومی از لیست ها unordered list هست که
برش لست غیر منظم یا غیر مرتب هم میگن. لست غیر مرتب عبارت از لست هایی است که با استفاده از بلیز یا اشکال هندسی ترتیب میشه. نمونی مثالش ایج بسیار زیاد خوب در تصویر شما میبینین، این یک ان اوردر لست هست که با استفاده از سرکل یا اشکال هندسی ترتیب شده. تگ عمومی ای لست یو ال هست که بازم بخاطر درج هر مقدارش از تگ فرعی ال آی استفاده میکنیم. نوع سوم از لست دفنیشن لست هست یا لست تعریفی. ای لست عبارت از لست هست که بخاطر درج مقادیر استفاده میشه که هر کدامش از خود یک تعریف کوتاه یا دفنیشن کوتاه داشته باشه. در او حالت ما از دفنیشن لست استفاده میکنیم که تگ عمومی ای نوع لست ها دی ال یا دفنیشن لست هست. خود تگ دی ال شامل دو تگ فرعی هست که DT یا definition term و DD data definition می باشد. اینجا بطور مثال داریم، ما بطور مثال مقداری را اینجا درج کردیم که کامپیوتر هست. می خواهیم بر کامپیوتر یک definition کوتاه داشته باشم. پس بخاطر ایجاد یک definition بر خود این کامپیوتر یا این مقدار، ما از tag DD استفاده می کنم. بخاطر بهتر فهمیدن حل مطلب میریم در سایه عملی عملا کار می کنیم. صفحه نوتپد را باز کردیم به خاطر که خب در قسمت بودی آمده از اینجا کار ما را آغاز میکنیم. خب اول میخواییم یک عنوان داشته باشیم. اول می خواهیم یک لست مرتب یا اوردر لست ایجاد بکنیم. خب کنترل S صفحه را یک بار رفرش می کنیم. خب اوردر لست ای عنوان صفحه وبسایت ما شد. بعد از عنوان اگر ما خواسته باشیم که یک خط ایجاد بکنیم، قبلا شما خوانده بودین، از HR استفاده می کنیم. یک خط ایجاد کردیم. بعد از او حالا می‌خوایم که لست ما را ترتیب بکنیم. پس به خاطر ایجاد لست مرتب، اولین تگ را که ما شما باز می‌کنیم تگ OL هست. یعنی order list که شامل یک تگ فرعی میشه که چی هست؟ LI. LI به معنای لست هست. یعنی به خاطر درج هر مقدار در این لست مرتب ما از LI استفاده می‌کنیم. به طور مثال اگر ما یک لست را ترتیب می‌کنم که 4 مقدار در بر داشته باشم، پس 4 بار باید تگ ال آی را باز بکنم. خب این وار ما را اگر اینجا یک هیدنگ دیگه هم داشته باشیم، یک اچ یک اچ سی ما اینجا میگیریم که لست آف کمپیوتر هاردویر. خب لست از هاردویر رو میخواییم ترتیب بکنیم. به طور مثال اول باشه CPU، شماره دوم ماوس، شماره سوم به طور مثال کیبورد و شماره چهارم هم مادربورد. خب میریم صفحه را باز میکنیم. ببینین ما یک لست را ترتیب دادیم که 4 مقدار را دربر داره و اگر ما خواسته باشیم مقادیر بیشتر را افزود بکنیم، باز هم میتونیم فقط تگ LI را باز کرده میریم. LI. خب کنترل D فقط به تعداد مقادیری که ضرورت داریم، چون از یای وقت جلوگیری شو تگ LI را پیست کردیم، حال مقادیرش را افزود میکنیم. و تا رو مثال چی باشن؟
حالا سه مقدار دیگر هم افزود کردیم. صفحه را ریفرش میکنیم، میبینیم لیست مرتب ترتیب شده که 7 شماره داره. هر قدر خواسته باشیم ما میتونیم مقادیر بیشتر را افزود بکنیم. زمانی که شما ترتیب لیست را فهمیدین، حالا بهتر است که اتریبیوت های لیست را معرفی پیدا بکنیم که کدام اتریبیوت ها را لیست شامل میشه. البته لیست مرتب. لیست مرتب اولین اتریبیوتش که مهم هست یک اتریبیوت به نام استارت داره. استارت اتریبیوت در لیست ها به خاطر شروع شماره گذاری استفاده میشه. مثلا شماره گذاری را که ما میکنیم به شکل پیشفرض از یک شروع میشه. مثلا ما میخواهیم که از یک شروع نشه، از سه شروع شه. پس اتریبیوت استارت را در داخل تگ ببخشین که ای در داخل تگ ای اتریبیوت در داخل تگ او ال استفاده میشه. میخواهیم که ای لیست مرتب ما از سه شماره گذاری را آغاز بکنه. پس حالا ببینیم که شماره گذاری از سه شروع شد. پس دوباره میخواهیم که نه از سه نه از یک شماره گذاری را آغاز بکنه، به حالت اول برگرده. از یک شروع شد. اتریبیوت دومی که شامل ای لیست میشه این لیست میشه او تایپ هست. تایپ نوعیت شماره گذاری ما را تعیین میکنه. و تر مثال شماره گذاری منظمی که خب به ادامه شما که order list یا لیست مرتب را فهمیدین، دو اتریبیوتی که مربوط order list میشن، یکی start هست که اتریبیوت هست که با استفاده از این ما شماره گذاری را شروع میکنیم که از چند شروع شد، مثلا از یک شروع شد، از ده شروع شد، از پانزده شروع شد. type اتریبیوت دیگه هست که مربوط list میشن و با استفاده از این نوعیت شماره گذاری را تعیین میکنیم. به طور مثال به شکل حروف بزرگ شماره گذاری شد. بزرگ حروف الفبا به شکل حروف الفبای بزرگ. پس به مو شکل شماره گذاری شد. حالا میخواهیم که به این شکل نه، به شکل ارقام رومی خرد باشه. پس یک ارقام رومی همیشه به شکل آی نشان داده میشه. پس ما وقتی که آی نشان میکنیم به ارقام رومی تبدیل میشه. به این شکل نه، میخواهیم به شکل حروف خرد الفبا باشه. این را نشته کرده تغییرات را سیف میکنیم، صفحه را رفرش میکنیم، به اون شکل تبدیل شد. پس ما فهمیدیم که دو اتریبیوت مهمی که در لیست های مرتب استفاده میشه، استارت به خاطر شماره گذاری که از چند باید شروع شده ما استفاده میکنیم و تایپ نوعیت شماره گذاری را میتونیم که ما تغییر بدیم. خب تشکر. انوردر لیست را در درس های بعدی تعقیب خواهیم کرد.